این دوست عزیز رو اول من میخوام آثارش رو معرفی بکنم، برای اینکه به شهر لس آنجلس اومده برای رونمایی آثارش. این کتابش رو قبلا نوشته بوده، آغوش باز کن، و به زبان انگلیسی هم ترجمه شده. یک فیلم نامه است که چند سال پیش نوشته بود، برای منم فرستاد و من از خوندنش لذت بردم. یه فیلم سینمایی قشنگ توی ژانر ایرانی رو تونستم تصور بکنم. غیر از این کتاب دیگری نوشته، پروای سودا. این کتاب هم یک نمایشنامه است. چرا نمایشنامه نوشته؟ چرا فیلم نامه نوشته؟ برای اینکه این مرد، این رفیق عزیز بنده، به کار سینما مشغول بوده و در سینما احاطه کاملی داره، اگرچه امروز در کار سینما فقط نظارگره و کار دیگری میکنه، کار ژورنالیستی میکنه. به همین دلیل یکی از کارهای قشنگ ژورنالیستیش رو که آخرین کارش هست امروز به من هدیه کرده. خیلی ازش ممنونم. همینطور که نگاه میکردم دیدم اسامی آدمهای مختلف و موضوعات اجتماعی مختلف سوتیتراش هستش. تیترایی که زده اینا کاملا دیده میشه. هنوز فرصت نکردم این کتاب رو بخونم، ولی قبل از اینی که با ایشون راجع به مقوله‌ای که به اون علت ازش خواهش کردم که اینجا بیاد با هم دیگه صحبت بکنیم، میخوام راجع به این کتاب ازش بپرسم. خانم ها، آقایان، افتخار میکنم که در خدمت ژورنالیست برجسته ایرانی تقی مختار هستم. خواهش میکنم سهراب جان، افتخار منه در خدمت هستم. خیلی خیلی خوشحالم که مجددا فرصتی پیش آمده که از نزدیک همدیگر رو ببینیم. همینطور خوشحالم که دوستان دیگری که در لس آنجلس هستن اونها رو هم میبینم و این روزها خیلی خیلی به من خوش میگذره. از دعوتت ممنونم برای شرکت در این برنامه. نه اصلا من فکر نمیکردم که تو بتونی فرصتی بکنی در این دیدار کوتاهی که از لس آنجلس داشتی، با این همه برنامه‌ای که داشتی که میدونم چه جور برنامه‌ات تو بود، جای مختلف مصاحبه داشتی، جای مختلف باید میرفتی کتاب امضا میکردی، هفته گذشته روز پنجشنبه در شرکت کتاب بودی و اوراق آینه‌وار رو امضا کردی، به اضافه سخنرانی بسیار بسیار خوبی داشتی که من ازش حظ کردم. به همون دلیلم ازت خواهش میکنم که بیشتر راجع به اون مسئله صحبت میکنیم. ولی بگو ببینم این اوراق آینه‌وار رو که مجموعه مقالات سیاسی و اجتماعی هستش به چه چیزی پرداختی؟ خیلی شایق هستم که بتونیم. بله، من خب در طول انتشار هفته نامه ایرانیان، بله البته ایشون سردبیر و مالک هفته نامه ایرانیان هستند در شهر واشنگتن، روزنامه وزینی است، هفتگی میاد بیرون و من در اینجا این شانس رو دارم که میگیرمش و میخونمش. لطف داری. در طول این سالها گهگاه پیش میاد که به مناسبتی من خودم مقاله‌ای مینویسم و نظر شخصی خودم رو در مورد خاصی عنوان میکنه. آها. که خب طبعا خیلی طرز نوشتن من بی تعارف و بی تکلف اینها هست. در طول زمان مقالات بسیار زیادی از من در اومده در اونجا، ولی چند مقاله هست که به عقیده من روایت تاریخ رو میکنه. یعنی شما اگر اون مقالات رو به ترتیب بخونین متوجه میشین که چه بر ما گذشته در غربت یا در درون ایران، چون اینا بازتاب میده اونو. به همین دلیل من یک گزیده ای از این مقالات که حدود 35-6 تا هست در آوردم و عنوان اوراق آینه‌وار رو بهش دادم، برای اینکه واقعا مثل آینه ایست که ما در درون اون تاریخ سیاسی اجتماعی عصر خودمون رو میبینیم. مرسی، حتما اینو میخونم و بعد راجبش کاملا صحبت میکنم. همینطور که گفتم سر دستی نگاهی بهش کردم، اسم خیلی آدم ها رو دیدم و اسم خیلی مسائل مختلف رو که جا داره دیده بشه. باز هم قبل از اینی که باز ببینم، دلم میخواد یه خورده راجع به نشریه ایرانیان و فرصتی که تو میگذاری. و اولا نشریه یک نشریه بسیار، ببین تعارف که با هم نداریم،
من تو رفاقتمون شاید 55-60 سال باشه و شاید هم بیشتر. نه بیشتر دیگه نیستش. نویسنده‌ای هستی که قلمت بسیار روانه. نویسنده‌ای هستی که قلمت به دل من مینشینه. میدونی چرا؟ برای که همینطور که حرف میزنی مینویسی، دنبال لغت‌های عجیب و غریب نمیگردی، ملموسه با خواننده. خواننده وقتی میبینه فکر کنه که خودش در جریان این ماجرا هستش. به همین دلیل غیر از مقالات خودت که هستش، ژورنالیست برجه تو 50 چند سال دیگه داره حداقل بالای نیم قرن واقعا بالای نیم قرنه که داری کار ژورنالیستی میکنی. از بچه دبیرستانی بودی در مجلات اولین مجله که نوشتی چی بود؟ اولین مجله ای که یعنی هفته نامه ای که من نوشتم اسمش بود مبارز همدان. واو. اصلا شما باورت میشه من بچه محصل بودم، رفته بودم همراه خانواده برای تعطیلات تابستونی به همدان و در اونجا یه روز روی بساط روزنامه فروش دیدم یه روزنامه ای هست به نام مبارز همدان و اینو برداشتم، آدرسش رو گرفتم و رفتم پیدا کردم اونجا رو، رفتم بالا و گفتم میخوام با مدیر روزنامه صحبت کنم. گفتن شما کی هستی؟ گفتم من یه محصلی هم از تهران آمدم. بسیار خوب، منو بردن پلو مدیر اونجا و گفت چی کار داری؟ گفتم من دلم میخواد برای شما مقاله بنویسم. گفت خب کاری نداری، یکی بنویس برام بیار. وقتی که بردم دادم، هفته بعد که رفتم وسط روزنامه فروشی یه دونه برشتم، صفحه اولش دیدم مقاله من چاپ شده. مایتن. اون شروع کار من بود. بعدم که برگشتم به تهران، از همون موقع دیگه رفتم به مجلات و شروع کردم به کار کردن. مجله که اولی که بشتی تو خیلی اون میرخصید یا خونه اصلا باورم نمیشد. بزرگترین چون به شکل روزنامه هم بود، جایز. چندین مقاله توش بود، بعد یک همون صفحه اول اون پایین مقاله من، اسمم اون بالا. اصلا فکر کن یه دانش آموز، یه محصل چه حالی بهش دست میده. یکی از ایراداتی رو که من به خیلی مجلات دیگه و یا روزنامه های دیگه دارم که میبینم که اینها با زمان پیش نیومدن. البته میدونیم که با زمان پیش رفتن احتیاج به یه سری آگاهی هایی داره، شناخت زبان داره، مخصوصا اگر کاری در اینجا در آمریکا انجام میشه باید حتما زبان انگلیسی بدونی که بتونی به منابع مراجعه کنی. ولی یه مسئله دیگه هستش که ویژواله، دیدنیه در مطبوعات مخصوصا، و اون صفحه بندیه. صفحه بندی که در ایران 25 سال 30 سال 40 سال پیش میشد امروز قیمتی نداره، برای اینکه منسوخ شده، بلکه صفحه بندی. و تو خودت رو خیلی up to date نگه داشتی و من میبینم که مجله ایرانیان که میاد صفحه بندی جدیدی داره، تیترا جوری که رفته و مقالات پشتی که میره سریاله، جای آگهی ها مشخصه، جای عکس ها، یعنی تمام اون سلیقه های گرافیک. کسی دیگه اینا رو واسه درست میکنه یا خودت بهره گیری داری؟ اولا که خیلی ممنونم، دوما امیدوارم اینجور بوده باشه، سوما بله باید بگم که مسلما دوستانی دارم، همکارانی دارم که در این کار به من کمک میکنن، مخصوصا پسرخونده خود من علی خلیق. این در این رشته گرافیک و اینها فوق العاده بچه امروز و اینجاست، فوق العاده است. یعنی به حدی که هر نیازی که من دارم بهش میگم فوراً به همون شکل درش میاره. البته اینو بگم که من از دوران جوانی خودم، مثلا از اواخر دهه 40 که وقتی مجله فیلم رو منتشر کردم، خیلی بارز بود که بجز روزنامه نگاری همونطور که گفتی یه نگاه گرافیکی هم داشتم. یعنی مثلا اون موقع ما کلیشه می ساختیم، یعنی اینطوری نبود که مثلا عکس رو بیاریم بذاریم، حروف سربی بود و این حرفا. خب اینا با اینکه خیلی مشکل بود، شما بعد تصور میکردی که چی کار میخوای بکنی، بعد به اون شکل دستوراتی میدادی بعد دیگران رو پیاده کنن.
همون موقع به من میگفتن که صفحه بندی های متفاوتی انجام میدی. از همون موقع این علاقه رو داشتم، یعنی فکر میکردم که یک روزنامه یا مجله باید ویژوالی هم مخاطب خودش رو جذب بکنه. وقتی اومدم آمریکا من به این نکته خیلی توجه میکردم، نگاه میکردم مثلا مجلات چطوری صفحه بندی میکنن، بعد ژانرهای مختلفی داره مجلات، ژانر سیاسی، هنری، ادبی، اینا هر کدوم اینا هر کدوم یه فرم عرضه مختلفه. منظورم اینه که یه جوری سعی میکردم خودمو آپ تو دیت نگه دارم و به همین دلیلم خب در انتخاب همکارانم هم تلاش میکردم که کسانی باشن که بتونن این کار رو انجام بدن. بسیار بسیار مجله هفته نامه بهتره که مگه مجله نیستش، هفته نامه ایرانیان وزین خوب با مقالات بسیار خوبه و خواندنیه. من هر هفته که میگیرمش میخونمش و میخوام بهت بگم که اگرچه منابع خبری بعضی وقتا دست دوم هستش، اما تفسیرها تفسیرهای دست اولیست و بسیار لذت داره. لطف داری، مرسی. موفق باشی و دست درد نکنه. اما در اول برنامه اشاره کردم که تقی مختار گرایشی داشته و در کار فیلم آگاهی داره. چرا؟ برای اینکه تقی مختار یک هنرپیشه درجه یک دوران جوانی بود و برای ما لذتی بود که با تقی بنشینیم در جاهای مختلف، برای اینکه چهره سرشناسی بودش. تقی وقتی که به آمریکا اومد دیگه جلای وطن رو گزید، برگزید و دیگه به سینما اگر فکر کرد در حد سناریو و تئاتر بودش، اگرچه پسر نازنینش امروز هنرپیشه قابلی است که بعداً اگر فرصتی شد راجبش صحبت خواهیم کرد. تقی آگاهی بسیاری در مورد سینما داره. چرا؟ به دلیل اینکه سینما را با دید ژورنالیستی نگاه کرده. او وسط خط دیالوگ‌های سینمایی رو خونده. او چهره های سیاسی پلان های مختلف فیلم رو دیده. او به کجا بزرگ شدن کارگردان نگاه کرده و تمام سیر تکاملی رو که کردند علت هاش رو بررسی کرده. به همین دلیل درگیر نوشتن تمام این خاطرات هست و کار شوخی نیست. تاریخ زمان حاضر در زمینه هنر و اجتماع و بررسیش. به همین دلیل امروز میخوام اگر اجازه بده راجع به این مورد باهات صحبت کنم. اجازه میدی؟ با کمال افتخار. تقی جان، تو سینمای قبل از انقلاب رو در دوره‌های مختلف نگاه میکردی و چند شب پیش که در شرکت کتاب صحبت میکردی خیلی خوشم اومد که اشاره‌ای داشتی به مسئله سینمای نو و اون تفسیری که داشتی برای سینمای نو چه مفهومی داره و آیا این مفهوم در سینمای نو ایران قابل تعمق بود یا اصلا به این ربطی به هم دیگه داشت یا نداشت. خیلی خوب، میخوام اینو اگه میشه برای اون دو مرتبه تعریف بکنیم. خب ببین، موضوع گفتار من درباره اون چی که به عنوان موج نو سینمای ایران در دوران قبل از انقلاب معروف شده، بله، راجع به اون هست بودش و من میخواستم یک نگاهی بندازم به بستر سیاسی و اجتماعی که این سینما رو به وجود آورد. یعنی ریشه های این سینما در کجا بود، این موج چگونه به وجود آمد. منتها وقتی که ما میگیم موج نو، معمولا حداقل کسانی که فرهنگی هستن و به سینما علاقه جدی تری دارن، اینها
بلافاصله احساس میکنن ما از چیزی شبیه موج نو سینمای فرانسه مثلا صحبت میکنیم با. یا از نیورئالیسم سینمای ایتالیا صحبت با. میکنیم نا. نه بقیده من به طوری که من بررسی کردم، من در درون بودم و دیدم و بعد جستجوی بیشتر کردم در اطرافش، موج نو سینمای ایران اصلا چنین مفهومی رو نمیشه بهش برسید. اون چه که هست اینه که یک دگرگونی محتوایی از لحاظ داستانی، تغییر شکل ظاهری داستانها به وجود میاد که ما اسم اینو میذاریم موج نو. در حالی که به عقیده من ما موج نوی نمیتونیم در سینمای ایران داشته باشیم تا اون مقطع، برای که حرکت‌های زمانیه، اصلا ما امواج داریم. یعنی ما از دهه از نیمه دوم دهه 20 تا نیمه دوم دهه 50 ما همینطور موجهای مختلفی داشتیم که میشه اینها رو به هر کدوم یک نامی داد. موجی آمده و یک نوع از فیلمسازی رو در ایران رواج داده، بعد اون کهنه شده خابیده، موج بعدی آمده و چیز دیگه رو رواج داده. این آخری هم که ما اسمشو گذاشتیم موج نو، به عقیده من یکی از همون موج هاست، یعنی چیزی نیست که حالا ما اینطور بخوایم برجستش کنیم. اون چه که این رو خیلی برجسته کرده اهمیت حوادث سیاسی و اجتماعی است که در دهه 40 باعث تغییر این حرکت ها در دهه 40 و دهه 50 این تغییرات شگفت عمیق سیاسی و ادبی هنری فرهنگی هست که یک تأثیر عمده‌ای میذاره روی سینمای ایران و این رو متحولش میکنه در بخش روشنفکریش و توجه توده‌های مردم رو به خودش جلب میکنه، میره به میون مردم، میتونه مخاطبین بیشتری داشته باشه. چون همونطور که میدونی مثلا سینمای روشنفکران ایران در دهه 30 و 40 هم ستاره‌هایی داشته، چشمک‌هایی زده شده اما اونا هیچ وقت با مردم ارتباطی پیدا نکردن. اینا خیلی یه چشمک‌هایی بوده که هنرمندا به هم دیگه می‌زدن. یعنی اینطوری بوده، ولی از گاو و قیصر به بعد یک دفعه میره توی توده های مردم، مردم باش ارتباط برقرار میکنن و از اونجاست که کم کم طی 5 مرحله که من توضیح دادم در سخنرانیم، از موضوع انقلاب شخصی میاد میرسه به موضوع قیام سیاسی اجتماعی. یعنی قصه ها، داستان ها در مراحل اولیه روابط شخصی رو نگاه میکرده بهش و کنکاش میکرده، بعدن اومده به مسئله اجتماعی نگاه کرده. ببینید از زمان مقطع ساخته شدن قیصر و گاو که ایجاد این تحول رو کرده، به اونطور که من نگاه بهش میکنم، ما 5 مرحله رو طی کردیم در عرض مثلا 8 سال 7 سال. اون مراحل چی چی بود؟ مرحله اولش انتقام شخصیه که نمود بارزش در قیصر هست. بعد مرحله بعدش انتقاد اجتماعیه، یعنی فیلمسازا شروع میکنن از شرایط اجتماعی و نه سیاسی انتقاد کردن، مثلا فیلم تنگنا مال امیر نادری، یه شخصیه که به دلیل انقدر فقر داره در زندگیش که برای پیدا کردن 400 تومن تمام تهران زیر و رو میکنه و آخرش هم نمیتونه، یه تراژدی ایجاد میشه. خب بعد از اون میرسیم به مرحله انتقاد، اعتراض اجتماعی. یعنی انتقاد تبدیل میشه به اعتراض، شروع میکنه به اعتراض کردن. بعد از اون میرسیم به مرحله اعتراض سیاسی که مثلا در گوزن‌ها و اینها شما میتونید ببینید. بعدن میرسیم به مرحله قیام سیاسی و اجتماعی که مثلا نمونهش رو در تنگسیر و در سفر سنگ میتونید ببینید. بعد آیا این فیلم ها، خب البته هر فیلمی از طریق یک سناریوی پیش میره،
نویسندگان قصه ها روال داستانی رو به این صورت می بردن جلو و به وجود آورده بودن، یا دست اندر کاران سازنده مثل کارگردان و تهیه کننده بودن که با آگاهی به این مسائل می پردن و اصولا آگاهی بوده در زمان، یا فقط این حادثه ها و این مسائل به خاطر جبر زمانه بوده؟ بله، ببینیم، باز دوباره همونطور که توضیح دادم، بعد از، یعنی از اول دهه 40 به بعد، وقتی که یک گشایش سیاسی اجتماعی در ایران با روی کار آمدن علی امینی به عنوان نخست وزیر به وجود اومد و همچنین طرح مسئله انقلاب سفید توسط محمد رضا شاه پهلوی که هدفش ایجاد یک اصلاحات اجتماعی بزرگ بوده در تمام شهر، اقتصادی، اجتماعی و بعد سازندگی ایران و حرکت به سوی تجدد. بله، این کل اون برنامه‌ای بود که انقلاب سفید در واقع داشت پیشنهاد میکرد و دنبالش بود، داشت عمل میکرد. برای اینم خیلی کارها انجام گرفت در ایران. روشنفکران معترض و سیاسیونی که از 1332 بعد از کودتا تا آغاز دهه 40 در خفقان کامل بودن، همه دیگه خاموش شده بودن یا از بین رفته بودن، اینها از این فرصت گشایش سیاسی بهره گرفتن و اومدن بالا، سوء استفاده کردن شد. حالا من دارم فقط گزارش بیان تاریخ. اینا اومدن، مثلا جبهه ملی دوم تأسیس شد و دولت این رو به رسمیت شناخت، دولت آقای امینی. نهضت آزادی ایران تأسیس شد که یه نهضت به قول خودشون ملی مذهبی هست که همین آقای یزدی درست کرد. عرض کنم به حضورتون که نهضت های اسلامی درست شد. خمینی در قم شروع کرد به اعتراض کردن علیه اقدامات شاه در انقلاب سفید، به ویژه در مورد آزادی دادن به زنها و اعطای حقوق حق رأی و اینجور چیزها و اصلاحات ارضی که با اون هم مخالف بود خمینی. در نتیجه روشنفکران که شامل هنرمندان سیاسی هم میشد و خود سیاسیون که تقسیم میشدن به شعبه چپ و شعبه ملی و شعبه ملی مذهبی و شعبه مذهبی صرف، یعنی سه چهار شعبه بودن، اینا همه شروع کردن به یارگیری کردن، شروع کردن انتشارات دادن، شروع کردن در عرصه های آموزشی مثل دانشگاه نفوذ کردن، شروع کردن در ادارات دولتی، در تمام تشکیلات دولتی که مال خود دولت بود. شما این عناصر رو و این آدم هایی که یا کمونیست بودن یا مخالف بودن یا ملی بودن یا مذهبی بودن، شما اینا رو همه دارید. اصلا قشنگ شما میتونید در رأس این سازمان ها، در رده های پایین تر اینها رو ببینید. در مطبوعات ایران، حتی در روزنامه های بزرگی مثل کیهان و اطلاعات که دیگه رسما گفته میشد که مثلا اینا روزنامه های رسمی حکومت هستن، در اینا هم پر از خبرنگاران، نویسندگان و افرادی بود که به این واحد ها افرادی بودن که به یه شکلی با اینا یک در واقع یک حرکت زیرزمینی و آرامی داشت رشد میکرد. تا جایی که وقتی حکومت شاه تونست با توجه به گشایش مالی که به وجود آمد، بالا رفتن نرخ نفت و اینجور چیزها، بسیار وضع مالی ایران یا حداقل حکومت ایران خوب شد و تونست یک سری اصلاحات بزرگتر در ایران بکنه. مثلا سازمان رادیو تلویزیون ملی رو با اون وسعت درست بکنه، تونست کانون پرورش فکری کودکان درست کنه، تونست مثلا یک بخش کوچکی از وزارت فرهنگ به نام اداره هنرهای زیبا رو تبدیل به یه وزارتخونه بکنه و گسترش بده آموزشگاه‌های هنری، فرهنگی، اینا رو، تمام این کارا رو در اون زمان، یعنی از اوایل دهه 40 تا اواسط دهه 50، مثلا ایجاد
تئاتر سنگلج، خود وزارت فرهنگ تئاتر سنگلج رو تأسیس کرد برای اینکه بتونیم ما یک تئاتر ملی داشته باشیم. بعد عرض کنم وزارت، ببخشید، سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران مثلا کارگاه تئاتر به وجود آورد. خیلی کارگاه موسیقی، کارگاه تئاتر، اینا این دولت از یک طرف فعالیت میکرد برای اینکه بتونه روشنفکران و هنرمندان رو زیر چتر خودش داشته باشه. از اونور مخالفینی که کینه‌ای نسبت به شاه به خصوص داشتن، که ناشی از کجا میشد این کینه؟ ماجرای 28 مرداد و اون خفقان 8 ساله. اینها به هیچ وجه حاضر نمیشدن که همراه این اصلاحات بشن. اینها فقط میخواستن شاه رو سرنگون کنن، فقط نیتشون این بود که این حکومت رو سرنگون. مثلا شعار جبهه ملی دوم این بود که اصلاحات آری، دیکتاتوری نه. که یعنی حتی با طرح‌های اون انقلاب سفید موافق بودن که انجام، ولی نه به دست این شخص. یعنی این شخص دیکتاتوره و نباید این بشه. در نتیجه یک جدالی بین روشنفکران بود تا وقتی که شاه در اثر اون همه امکاناتی که به دست آورد و این سازندگی هایی که کرد، آرام آرام فکر میکرد که خودش به تنهایی به اندازه کافی تونسته اوضاع رو به دست بگیره. و چون نظام قوی هم شده بود، قدرت مالی داشت، قدرت کنترل داشت، بعضی از چپهای تندرو اینها از نظر سیاسی این تئوری رو آوردن جلو که زیرزمینی بودن، مثل مجاهدین خلق و مثل سازمان فدایان خلق ایران. اینها گفتن دیگه شاه اینقدر قدرتمنده که ما نمیتونیم از طریق مسالمت‌آمیز این رو تغییرش بدیم، فقط ما باید دست به اسلحه ببریم و قیام مسلحانه بکنیم. تز دادن، کتاب راجع به این موضوع نوشتن که ما باید قیام مسلحانه بکنیم. از اونجا به بعد بود که این اندیشه ها رو از طریق کتاب‌هاشون، جزوه‌هاشون توی دانشجوها پخش می‌کردن و با هنرمندان سعی میکردن یارگیری بکنن. و در هر کدوم از این شعبه های سیاسی ما میدیدیم یه قطب هایی هستن، یه قطب هایی هستن که این فکر رو دارن رهبری میکنن و لزومن هم با هم دیگه موافق نیستن، ولی در یک چیز موافقن، سرنگونی رژیم. در اون موافقن فقط. ولی در این که آیا اسلامی باشیم یا چپ باشیم یا ملی مذهبی باشیم با هم مشکل دارن. هر کدوم هم یه قطبی دارن. مثلا ابراهیم گلستان قطب یکی از این گروه های فیلمسازی بود، گروه هاست. جلال آل احمد یه قطبی داره برای خودش، میم الف بهازین یه قطبی برای خودش داره، قطبی یک گروهیه برای خودش. و اینا خب پیروانی داشتن دیگه، هر کدوم اینا ایده ای میدادن، ایدئولوژی داشتن، ایدئولوژیشون انجام شد، ولی سعی میکردن که اون ایدئولوژی خودش رو از طریق هنرها ببرن توی مردم. پیرو فرمایش شما، من اتفاقا به اون منطقه که فکر میکنم و با شناخت از بعضی از آدم هایی دارم میگم که چقدر از آدم ها بودن که نمک خوردن و نمکتان شکستن. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که کسی که هیچ گونه شانس اینی که در اون جامعه صاحب شخصیتی جا و مقامی بشه، حتی تحصیلی بکنه، به خاطر تحصیلات مجانی تونست تا بالاترین شؤون دانشگاهی هم بره و وقتی که به شؤون دانشگاهی فارغ التحصیل شد، بهترین شغلا بهش داده شد، اما روزها در ور همون پشت میزش میشست، بهترین شغلاشو رهبری میکرد و در همون رهبری کردنش فقط و فقط تنها چیزی که داشتش همین مسئله بود که شما گفتید، که میگفتن فقط دیکتاتور نباشه. حالا دیکتاتوری بود یا نبود یه مسئله دیگه است. ببین سهراب جان، موضوع اینه که شما وقتی یک عده جوان رو میفرستی به غرب، هزینه‌ش هم میدی، میفرستیش مثلا به فرانسه، به انگلیس، حتی به آمریکا، این راه های دور که برن درس بخونن، تحصیل کنن، بیان در خدمت کشورشون باشن. اینا نمیرن فقط اونجا درس بخونن، اینا اونجا میرن اون جامعه رو میبینن. میره تو فرانسه مثلا متوجه میشه که چه آزادی هایی در فرانسه هست، یا در انگلیس مثلا پارلمان چه قدرتی داره، یا در آمریکا به چه صورت دموکراسی عمل میکنه. زمینه که داره تحصیلشو میکنه اینا رو هم میبینه. وقتی برمیگرده به ایران
یه دفعه میبینه که حتی اگر حکومت حسن نیت داره و میخواد واقعا سازندگی بکنه که میکرد، اما این رو به شیوه پدر سالاری داره انجام میده. یعنی همونی که تو فرهنگ ما هست، همیشه پدر خانواده رو میچرخونه، این تو فرهنگ رئیس قبیله قبیله رو میچرخونه، رئیس مملکت هم مملکت رو میچرخونه. خب این جوان نمیتونه اینو تاب بیاره. یعنی میگه که خب حالا ضمن این که ما میخواییم دانشگاه داریم، بیوتیفول، خیلی عالیه، خیلی هم ممنون، اما چرا دانشگاه به صورت دموکراتیک اداره نمیشه؟ اینجا تضاد ایجاد میشه. این تضاد تاریخی، اینو باید ما بهش توجه بکنیم. به عقیده من چیزی که به جز اون نفرت مال بازمانده از دوره 28 مرداد که به هر حال یه نفرتی رو ایجاد کرده، اونو که بذاریم کنار، یک تضادی در حرکت اون حکومت بود و اون این بود که این تجددی رو که میخواست بیاره به شکل دموکراتیکش نمی آورد، از بالا می آورد. بله، آره، این از بالا آوردن و انقلاب سفید اتفاقا درست همین مسئله بود، از بالا آورد. ببینید مثلا همون انقلاب سفید رو شاه میاد پیشنهاد میکنه و پشتش وای میسته، چه کار باشکوه و عالیه. بعدش هم حتی اسمش میشه انقلاب شاه و مردم. درسته، ولی اگر این مثلا از به یه شکل دیگه میامده، شاید همون کار صورت میگرفته، یه نوع به یک مفهوم دیگه ازش در میامده. منظورم اینه که خیلی کارهایی رو با حسن نیت انجام میگرفته، اما چون به صورت پدر سالارانه انجام میگرفته، اسم اون رو مخالفی میذاشتن دیکتاتوری. خب من میخوام باز برگردم به همون مسئلهی که صحبت کردیم، که گفتم که در سینما، چون با سینما بحث سینما رو میخواییم بکنیم، حالا به مسئله که حاشیه‌ایش هم میرسیم، در سینما این حرکت های تکمیل کننده مسائل اجتماعی آیا به صورت سناریو، به صورت خط رسماً به وجود می اومده، یا تهیه کنندگان آگاهانه به این خطها توجه می کردن، یا اتفاقی بوده؟ چه بسا در مورد هنرپیشگان مثلا بگم، من و شما خیلی خوب میدونیم که هنرپیشگان در اون زمان حتی سناریو رو قبلا نمیخوندن، همینطور میرفتن سر صحنه و بهشون میگفتن تو این خطو بگو، درست میفهمید یه خطیه باید بگه، قرار داد میبستن و درست. چیز میکرد. پس معنی اون هنرپیشه نمیتونه اگر نقش حتی یک انقلابی رو بازی میکنه، واقعا اون کسی که رول انقلابی رو بازی میکنه خودش نمیفهمه. ولی خب این در مورد من، اما در مورد کارگردان و نویسنده من نمیتونم بگم. نه اصلا چنین چیزی نیست. ببینید امکان نداره که یک فیلم جدی که دارای محتوای قابل اتکا باشه، قابل ارزش باشه، حالا چه اعتراضی باشه چه هر، این باید از دل سناریو و کارگردانی بیاد بیرون. اکثرا این نوع فیلم ها رو یک نفر هم می نویسه هم کارگردانی میکنه. بله، البته یک نوع یا ژانر گسترده تر و عمیق تر این هست که در دنیا معروف به سینمای مولف، یعنی اینکه یک فیلم رو یک نفر تألیف میکنه. بله، یعنی از آخر تا آخر این، تا از اول تا آخر این، هر چی در این میبینی تعلیق شخصی اینا این انسانه. اما در این فیلم هایی که ما معروف بیشتر کپی کار بودش، این فیلم هایی که ما داریم الان موج نوع سینما ایران در اون دوره صحبت میکنیم، نه، این تهیه کننده هایی که مطلقا در این کار رولی نداشتن به هیچ عنوان، اونا فقط میخواستن یه فیلمی بسازن، بله، یه فیلم فروشی بکنن و درآمدی داشته باشن و اینها. کارگردان ها و هنرپیشه های دیگه هم که دنبال پیاده کردن همون چیزها بودن، جوان هایی بودن مثلا همین کیمیایی، نادری، سهراب شهید ثالث، ناصر تقوایی و و این جوان ها فکرها و اندیشه های دیگه در ذهنشون داشتن که میخواستن اینا رو فیلم بکنن. اما سخن من اینه که الزاماً اینا از روزی که آغاز کردن سیاسی نبودن.
دقیقا من همینو خواستم بگم. همه نکته بحث من اینه که اینها سینما رو دوست داشتن، میخواستن بیان مثل آرتیستی کار هنری بکنن، عاشق سینما بودن و اومدن تو این کار. اما وقتی موفق شدن، اون هنر روشن فکران سیاسی کار اینها رو زیر دامن خودشون بردن و اینها رو هر کدوم رو بسته به علایقی که دارن نوعی پرورش دادن و هدایت کردن که اینها رو پله 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 به سوی سینمای انقلابی و سینمای ضد حکومت و آخرش هم قیام اجتماعی اینها هدایت کردن. این روندیست که من دارم راجع بهش حرف میزنم. وگرنه اگر مثلا اختلاط فرض بکنید که یه فیلمساز جوان 23-24 ساله به نام کیمیایی که با روشنفکران اون دوره اختلاط نبود، او ممکن بود هرگز گوزها نسازه. چرا؟ یه مثال براتون میزنم. فیلم اول آقای کیمیایی، فیلم بیگانه بیا، یک تقلید محض از سینمای اروپای اون روزگاره. بله، چنان این از لحاظ صحنه پردازی، فیلم برداری همه رو کپی کرد، اصلا عین کارهایی که مثلا کاراکترهای فرانسوی ممکنه بکنن، با نگاهی به چی؟ به اشرافیت ایران، که خود کیمیایی اصلا از جنوب شهر میاد، هیچی از اشرافیت ایران نمیدونه. بله، اونم باز یه جور یه نگاه کپی کاریه. بله، خب این فیلم هم شکست هم میخوره، یعنی هیچ جنبه سیاسی هم نداره، مردم هم نمیگیرن، شکست میخوره. بعد این فکر میکنه خب حالا من بیام یه فیلمایی بسازم با داستانهای ایرانی مربوط به خودمون. و میره توی مسئله تعصب ناموسی و تعصبهای مذهبی و مثلا این پسری که آرزوش اینه مادرشو ببره امام رضا رو زیارت بکنه، از این چیزا، و بعدم قتل و جنایت به خاطر تعصب ناموسی. البته بازم میره اونو کپی میکنه از روی فیلم وسترنی به نام نوادا اسمیت، داستان اون رو تبدیل میکنه به کاراکترهای ایرانی و میاد این فیلم. باز شما میبینید اصلا هیچ جنبه سیاسی نداره. منظور فیلم قیصر. قیصر. هیچ جنبه سیاسی نداره. یه جنبه کاملا شخصی داره که داره انتقام شخصی رو. البته به خیلی ها بعدن اینو تفسیر سیاسی کرده. عرض میکنم. نه بازم اون مثلا نویسندگان این اومدن، از جمله کسانی که حامی خیلی مهم اون فیلم بودن، یکیش خود من بودم. نمیخوام الان بگم کسی کار بدی کرده خوبی کرده اینا، دارم تاریخ میگم. مثلا روشنفکران درجه یکی اون موقع اومدن از این فیلم حمایت کردن، اونها به این دلیل که یک دفعه در جریان یک سینمای به قول خودشون آبگوشتی، یک سینمای منحط رقص و آوازی، یکی اومده یک داستان انتقام بگیر، پاشنه کفشتو بکش بالا، خودت کار خودتو بکن، نه کاری به قانون داشته باش، نه کاری به کلانتری داشته باش، هیچی. در حالی که وقتی اون دختر رو بهش تجاوز کردن، خب اولین کار انسان اینه که بره متوسل قانون بشه، اینا قضیه یه شکل دیگه پیدا میکنه. ولی این این که خود انسان بلند شه، این رو اون روشنفکرها پسندیدن، این رو آغاز این کار گذاشتن. با همه اینا هنوز خب آقای کیمیایی که نمیتونست یک شبه مثلا بشه چگوارا، که همچین امکانی نبود. یه همچین شخصی که اون یک همچین پایگاه اجتماعی داشته، آرام آرام باید به اونجا برسه، یه شبه که چگوارا نمیشه. مثلا فیلم بعدیش میدونی فیلم قیصر رو که گفتی، بعضی از منتقدین و انتلکتورا و نویسندگان حمایت کردن که از جمله خودتم بودی. میدونی عباس پهلوان در مورد فیلم قیصر چی گفته بود؟ بله، گفته بود کیمیایی مصر را طلا کرد و همین باعث شده که رو مصری گذاشته که طلا شده. این تیتر وقتی بجل فردوسی اومد تازه فیلم شروع کرد فروش کردن. دقیقا ببینید اینها همونو دارم میگم، یعنی یک داستان ساده که میشه تبدیل به طلا بشه از نقطه نظر سیاسی، یعنی یک زمینه‌ای به ما میده که ما از حالا به بعد میتونیم این نوع فیلم ها بسازیم. فقط چرا آقای کیمیایی شما انتقام شخصی میخوای نشون بدی؟ حالا شما اگر میخوای این
خشونت و انتقام گیری و اینا رو نشون بدی، بهتره که کازش یعنی دلیلش سیاسی اجتماعی باشه. همه نکته اینه. به جای اینکه تو دلیل حرکت شخص رو شخصی، قهرمانت رو شخصی بگیری، بیا دلیل اینو اجتماعی بگیر. یعنی منظورت اینه که کیمیایی همینطوری که از جنوب شهر از یه منطقه اومدش که با این مسائلی چاشنو نبود، همینطوری که پله پله آموزش های فیلمی گرفتش، پله پله آموزش فکری رو گرفتش و تغییر میکرد. در کنار یاد گرفتن سینما، بیان سینمایی، این یواش یواش با روشنفکران اون دوره دوست میشه، آشنا میشه، رفت آمد پیدا میکنه. خونه آقای گلستان میره میاد، خونه استودیوش منظور، خونه آقای چوبک میره میاد، نمیدونم با احمد شاملو نشست و برخاست میکنه. اینا یواش یواش رو این تأثیر میذاره و این مطالعات میکنه، کتابهایی میخونه، تفسیرها تو جلساتی میره، حرفای مهم و گنده میشنوه. اینا بهش گفته میشه یا خودش میفهمه که اگه میخواد هنرمند متعهدی باشه، که در اون دوران خیلی مهم بود، حتما هنرمندا باید متعهد باشن نسبت به مردم، توده های مردم، چپ هم داشته باشن، اگر نه تحویلشون نمیگرفتن اصلا. در اون صورت ایشون میره بعد از قیصر مثلا فیلم رضا موتوری میسازه که باز اصلا جنبه سیاسی نداره، جنبه اجتماعی داره. بعدم حتی میره داشاکل میسازه که اون هم جنبه سیاسی نداره. در این فاصله زمانی کیمیایی اون آموزش های سیاسی و فکری رو میگیره و بعد با فیلم بلوچ وارد ماجراهای اعتراض اجتماعی و سیاسی و اینا میشه، تا اینکه میرسه به ماجرای گوزن ها که دیگه اصلا همون چریک ها و اینا رو مطرح میکنه. کیمیایی تحصیلات سیاسی هم ببخشید، اصولا بهتره که اسم شخص رو فقط نگیرم. آیا این اشخاصی که وارد سینما میشدن تحصیلات سینمایی داشتن، آگاهی های سیاسی داشتن، یا در بر دست بر قضا اتفاقی وارد یک ماجرایی شدن که سینماگر شدن؟ مثل کامرامنی که مثلا فرض میکنیم که عکاس بوده در سر صحنه فیلم، بعدن میشه کارگردان. نه الزاماً، تقریبا میشه گفتش که شاید 80-90 درصدشون تحصیلات سینمایی نشته. مثلا کارگردان های به نام ما مال اون دوره اونجا، اونا جدا هستن، اونا اصلا تو بدنه سینما نبودن. الان توضیح میدم. این مثل این اونه که ما داریم از افرادی صحبت میکنیم که فیلم به طور حرفه‌ای برای تهیه کننده ها میساختن. بله. اینها همه از مدارج پایین شروع کردن. بله. مثلا فرض کنید که اسیستان یک کسی بوده، بعد اسیستان کسی دیگه شده، از این یه چیز یادته، از اون یه چیز یادته. خود آقای کیمیایی اول اسیستان ساموئل خاچیکیان بود، بعد اسیستان جان نگلسکو شد، البته اسیستان سومش شد. بعد اون وقت اجازه بهش دادن که یه فیلم کوتاه برای آزمایش بسازه که ساخت، دیدن خوبه، بعد نیست، بهش سر فیلم واسه مولان روش ساخت. بله بله مولان. بله نه اینا هیچ کدوم اون کسانی که شما میگین مثلا هجیر داریوش، آقای طیاب، شفتی، اشخاصی از این قبیل، اینها رفته بودن خارج و تحصیلات سینمایی کرده بودن. مثل خود دکتر کاووسی، اینا تحصیل کردن اما آمده بودن در بدنه سینمای ایران پذیرفته نشده بودن. در برنامه بدنه سینمای تجارتی. بله منظورم همونه. پذیرفته نشده بودن. در نتیجه اینها توی سازمانهای دولتی به ویژه وزارت فرهنگ و هنر و بعدها سازمان رادیو تلویزیون ملی، اینها استخدام اونا شدن و بعد هر دوی این سازمان ها کلاس های آموزشی برای این کار درست کردن. مثلا مدرسه عالی سینما و تلویزیون که الان بیشتر فیلم سازانی که مطرح هستن از اون مدرسه. دقیقاً. یا مثلا وزارت فرهنگ و هنر، اداره هنرهای دراماتیک، بعداً تبدیل به دانشکده هنرهای دراماتیک میشه و بعد اینها استادانی از خارج آوردن
استادان قدیمی ایران رو آوردن که در رشته های مختلف تدریس کنن. از درون اینها بعدها به ویژه بعد از انقلاب کارگردان هایی آمدن که کسانی که با اونها در اون دوران آشنا نبودن فکر میکردن اینها رو انقلابیون از آستینشون در آوردن، در حالی که اینها بچه های آموزش دیده اون دوره بودن. در اون دوره حکومت با ایجاد دانشگاه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، خب اینا رو همه رو شروع کرده به پرورش دادن که خب عمرش کفاف نداد، انقلاب شد، بعد اونها همه شدن آمدن فارغ التحصیل شدن دیگه، بالاخره آمدن تو این کارها با نسبت گرایش هایی که داشتن و آشنایی هایی که داشتن از نظر استادانشون، استادان فکریشون، هر کدوم وارد مجموعه شدن که برای از چند تاشون هم که هستن که از زندان اومدن بیرون بلافاصله فیلمساز معروفی شدن. پوینت به این دلیل میخوام جواب سوال شما اینه که تهیه کننده های بدنه سینما ایران اینها دنبال این حرف های سیاسی اینا نبودن و هنرپیشه هایی هم که در این فیلم ها بازی میکردن اونام اصلا کاری به این چیزها نداشتن. اون کسانی که این آثار رو تولید میکردن فقط نویسندگان و کارگردان ها بودن که این کارها رو میکردن. حالا من یه قدم اونورتر دارم میرم، حرفم اینه با این گفتارم که خود اونها هم الزاماً همشون در آغاز کارشون سیاسی نبودن. وقتی که گل کردن سیاسی کارها اینها رو به دامن خودشون کشیدن. به تیترهایی برخوردم که هنوز نخونده، اصلا همین امشب باید بشینم اینا رو بخونم. چند تیتر خیلی خوشگلی اینجا داری که من دارم میخواد که راجبش ازت سوال بکنم. یکی مایوسم کردی خاندایی، و بعد یه خود پایین تر نوشتی مایوسترم کردی خاندایی. خاندایی کیه؟ ماجرا چیه؟ اشاره من به آقای مهاجرانی، وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در دوره خاتمی در این مقاله. ایشون یه مدتی در یه وقتی اومده بود واشنگتن و در اونجا یک سخنرانی کرد در دفاع از اصلاحات و مسائلی رو اونجا مطرح کرد بعد از جریان جنبش سبز، که بحثی که ما داشتیم، روزنامه نگارانی مثل من داشتن، این بود که جوانهایی که اومدن در این جنبش شرکت کردن در اون چند روز در خیابان و منجر شد به درگیری پلیس و کشته شدن بعضی از جوانها از جمله ندا، عقیده من و برخی دیگه از روزنامه نگارها این بود که اینا فقط همشون اصلاح طلب نیستن، یه بخشی از این جوانها خواهان ایجاد دموکراسی در ایران و از بین بردن جمهوری اسلامی هستند و حتی شعار ایران ایران رو میدادن. و ما اعتقادمون بر این، ایشون آمده بود در اون سخنرانیش میخواست که بگه که نه، اینا همه پیروان اصلاحات هستن. در اینجا بعد از اینکه صحبت سخنرانیشون تموم شد رفت، من یه مقاله نوشتم تحت عنوان مایوس هم کردی خاندایی. خاندایی یکی از قهرمان‌های فیلم قیصره، خاطرتون هست که خاندایی و اینکه ناصر بهش میگه فرمان آروم باشه، فرمان و قیصر یه دایی داشتن که اون دایی با اینکه خودش یک پهلوانی بوده در گذشته و نام‌آوری بوده، مردی بوده، حالا پیر شده و محتاط مشایخی بازی میکنه و خیلی محتاط شده، دائما اینها رو به آرامش دعوت میکنه، دائما میگه که نرید این کارو بکن، اینطور این کارا خطرناکه. من ایشون رو شباهت دادم به اون خاندایی، گفتم تو هم دیگه جیگر قیصر رو نداری، تو الان مثل خاندایی هی میگی که نه اینطوری نیست و اینا، و ایشون جوابایی بعد بکنه. ایشون خیلی از این موضوع برافروخته شد و یک مقاله نوشت در سایت خودش و در اونجا ضمن این که یک گوشه کنایه هایی به من زد به عنوان یک هنرپیشه بازنشسته و اینها، گفتش که آره این بعضی ها دوست دارن که سرخ باشن ولی ما سبزیم. سرخ منظورش اشارش به چپ ها و اینها. آره. بعد من وقتی که مقاله ایشون رو خوندم اینقدر
این مقاله به جای منطق بیمایه بود، من یه مقاله نوشتم به نام مایوسترم کردی خاندهی و در اونجا به ایشون این خیلی بازتاب پیدا کرد و دیگران هم درباره این گفتگوی ما مقالاتی نوشتن که اونها را من تو این کتاب آوردم. ببین این تیترهایی که من دارم همین الان نگاه میکنم اصلا بی نظیره. ما متاسفانه بختیار رفت مرامش زنده است، بیچاره مصدق، بله. اکبر گنجی و جایزه 500,000 دلاری، بله. این چی چیه؟ این موقعی بود که چند سال پیش یکی از سازمانهای حقوق بشری آقای اکبر گنجی رو به عنوان قهرمان حقوق بشر ما انتخاب کرد و 500,000 دلار. چه دیدی؟ من نمیدونستم. 500,000 دلار جایزه نقدی. 500,000 دلار رو آقا گرفتند و جایزه نقدی دادن. خب این اون جایزه 500,000 دلار هم چقدرش با مردمی که سباستشون سینه میزد شریک شد؟ خب اونو من نمیدونم، اون بعد از خود آقای گنجی پرسید. من در این مقاله همون موقع به ایشون نوشتم خیلی خوشحالیم که شما همچین جایزه گرفتید، همچین موقعیت پیدا کردید، الان فرصتشه که شما این پول رو صرف مبارزه با جمهوری اسلامی بکنید، صرف تشکیل یک رسانه ملی بکنید و از خارج کشور بتونید این کار کنید. متاسفانه تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده. الان آقای گنجی کجان چی کار میکنن؟ تا جایی که من میدونم ایشون تو نیویورک هستن اونجا و دائم هفته ای 2-3 مقاله مینویسن. مرسی. من اصلا این همین الان این رفت بغل کتاب بخارای بنده در روی میز بغل تختم که هر شب بخونمش، این رو هم بخونم مجله بخارا رو که بله میگه اصلا این دهباشی چه میکنه، چه کرده، واقعا خدمتگزار کار فرهنگ در ایران در این برهه زمان، اینقدر کسی نجیبانه درست و همین خاطره سهراب جان برای تعریف کنم، ایشون آمده بود واشنگتن چند سال پیش، یه جلسه ما در کانون فرهنگی که اونجا داریم برای ایشون گذاشتیم برای معرفی بخارا و ایشون و تقدیر از خدماتی که میکنه. خوشبختانه من این شانس رو داشتم که مدیر جلسه بودم و در معرفی ایشون صحبت کردم و اینها، بعد ترتیبی دادم به شکلی با جمعیت صحبت کردم که حدود 50-60 تا اشتراک همونجا براش گرفت. به در همون جلسه. دست مریضا. من میخوام برگردم چون بحث امروز ما میخواستم راجع به سینمای اولیه ایران باشه و تاریخچه سینما. همونطوری که از شما یاد گرفتم چند روز پیش این بودش که سینمای ایران از همون زمانی که تقریبا 3-4 سال بعد از این که لومیر سینما رو به وجود آورد، دوربین رو به وجود آورد، ناصرالدین شاه هم دوربین خرید و آورد در ایران و ازش استفاده کرد، اما این سینما هیچ وقت بیرون از منطقه دربار نیومد تا زمانی که و از اون زمان به بعدش رو شما برای ما بگید. ببینید ما یک همطور که گفتم سینما در ایران خیلی قدیمیه، به اندازه خود تاریخ پیدایش سینماست. درست یه چند سالی بعد از ساخته شدن دوربین و گرفتن فیلم متحرک و اینها ناصرالدین شاه این رو میبینه و خوشش میاد یه دوربین میخره میاره دربار، ولی اون در دربار بوده و فیلم برداری میشده تو دربار. اما از همون وقت به بعد کسانی که در اروپا یا در هندوستان روشنفکرانی ما داشتیم، اینا بیشترشون هم غیر مسلمان بودن، از ارمنی های ایرانی بودن، اینها در بازگشتشون به ایران دوربین میارن، شروع میکنن به فیلم ساختن، فیلم های تجربی اولیه سینمای ایرانی در اون موقع مثلا در زمان رضا شاه ساخته میشه. بله. اینا سالن های سینما در ایران تشکیل میشه. جالبه من در این تحقیقاتی که در این 10-15 سال اخیر به خاطر چون تمرکز کردم روی تاریخ سینمامون، مثلا سازمان پرورش فکری افکار رو رضا شاه، پرورش افکار اصلا یکی از ایده های رضا شاه بوده که در اون موقع درست میکنه، در زمان رضا شاه دهه 10 مثلا خیلی جالبه، مثلا اداره هنر چیز آموزشکده هنرپیشگی در زمان رضا شاه درست میشه و با اینیشیشن خود رضا شاه. ساخت خود سینما
مثلا رضا شاه میگه که چطور ما در جنوب شهر سینما نداریم و بعد میرن در جنوب شهر سینما تمدن قدیمی اگه یاد باشه. بله آره، که زمان ما میگفتن سیراب شیردون چه حلبی به جای صندلی میشن و توی سیراب شیردون من قشنگ یادم تو خیابون گمرک و اون از جنوب شهر و در اونجا البته خونه الان منسوخ شده دیگه. بله. اما منظورم به اینه که اون سازمان پرورش افکار که اون موقع درست شده بود همون چارنعلی بود که رضا شاه، حکومت رضا شاه ایران رو به طرف تجدد میخواست ببره. در نتیجه یکی از نشانهای تجدد تأسیس دانشگاه، آموزشگاه، مدرسه، کشف حجاب، نمیدونم ایجاد هنرکده‌های هنرپیشگی، نمیدونم اینجور چیزا بود دیگه، تئاتر این حرفا. منتها خب اینا بعدن به مرور زمان روشنفکرهای سیاسی هم وارد اینا میشن و چون بیشترشون هم تحت تاثیر کمونیسم آمده از درون شوروی بودن و به ویژه حزب توده که سرانش اصلا وابسته به شوروی بودن و از اونجا دستور میگرفتن، اینها خب توی آثار فرهنگی و هنریمون هم تاثیر میذاره، اینا میان و جنبه سیاسی پیدا میکنه. اما در هر حال تا نیمه دهه 20 این تاریخ سینمای ما یه تاریخ تجربی رو داره طی میکنه. یعنی یه فیلم اینجا ساخته میشه، 8 سال دیگه یه فیلم دیگه میاد، هیچ کدوم اینا زیاد موفق نمیشن، اما اینا همه تو تاریخ ما هستن و اینا خیلی هم با ارزشه. اما از مثلا 1327 با آمدن دکتر کوشان از اروپا برمیگرده که تحصیلات اقتصاد کرده بود، اما در حین تحصیلاتش در اتریش و در ترکیه با مسائل سینما و فیلمسازی و دوبله و اینجور چیزا آشنا شده بود. و چون فکر اقتصادی هم داشت، اقتصاد خونده بود، وقتی برمیگرده به تهران شروع میکنه به تأسیس شرکت های دوبله برای فیلم و اینها، چون اون موقع فیلم ها به زبان اصلی نشون داده میشدن. و بعد هم با خودش میگه چرا ما خودمون فیلم نسازیم و استودیوی میترا فیلم رو درست میکنه که اولین استودیو حرفه‌ای ایرانی هست و شروع میکنه به ساختن فیلم به نام واریته بهاری، اولین فیلمی است که اون موقع ساخته میشه. و بعد اون وقت استودیو پارس فیلم رو درست میکنه در یک محوطه بیرون از تهران. بله. اما نزدیک تهران یک زمین بزرگی میگیره، مثل اروپا استودیو میسازه و همینطور شهرک ساخته شد. بله شهرک که نه، ولی استودیو یعنی پلاتوهای مختلف. ما خودمون حتی در تلویزیون چند تا از اون پلاتوها رو رفتیم اجاره می‌کردیم. قدیمی‌ترین بود دیگه. بله. یعنی دکور سازی می‌کردن. بله. این چیزایی که اصلا تا اون موقع سابقه نداشت. بله. در ایران. و بعد آرام آرام استودیوهای دیگه‌ای به وجود میان و افراد منفردی شروع می‌کنن به فیلم سازی. از نیمه دوم دهه 20 تا مقطع کودتای 28 مرداد این فیلم هایی که ساخته میشه، این فیلم ها جنبه های از نظر داستانی درام های خانوادگی و اجتماعی هست. همه اینها رو اگه شما نگاه کنین، اینها یه داستان های خانوادگی و اجتماعی و پند و اندرز و یا مثلا نگاه کردن به آثار ادبی خودمون و گرته برداری از اونها هست. اون فیلم دختر لورو اینا اصلا مربوط به اون مال مال دوره همون رضا شاه و اونم در هندوستان ساخته شد. در هندوستان ساخته شد. عبدالحسین سپنتو. اون سپنتو خودش مثلا یه دانشمندی بود و روزنامه‌نگار بود، روزنامه می‌نوشت. اون به همین دلیل اون روشنفکرانی بودن که این اونا جنبه های همون تجربی سپنده ایرانی بود. ایرانی بود، در هندوستان بودن. البته بعدن هم برگشت به ایران و در دهه 40 در ایران فوت کرد. آره. در هر حال ولی وقتی که کودتا اتفاق افتاد در سال 32 و اون ماجراهایی که بعد از کودتا به وجود آمد و اختناقی در ایران به وجود آمد، طبیعتا این اختناق تأثیر گذاشت روی فیلم، روی فیلم هم تأثیر گذاشت. دیگه نمیشد حرفای انتقادی بزنی و ایراد بگیری، اونو خیلی
اون برخلاف دهه 40 و 50 خیلی خیلی بسته شده بود جامعه از هر لحاظ. به همین دلیل فیلمسازهایی که مثل دکتر کوشان میخواستن تجارت این کار رو بکنن، به تقلید از فیلمهای هندی و مصری که در ایران نمایش میدادن خیلی مردم پسند بودن، اومدن فیلمهای آبگوشتی درست کردن. اومدن فیلمهای آبگوشتی بعدن در دهه 40 درست شد. اینا اومدن فیلمهای سوزناک عاشقانه و همراه رقص و آواز و اون سالهایی است که در دهه 30 شما میبینید روانبخش میاد تو سینما بازی میکنه، پوران بازی میکنه، دلکش بازی میکنه، نمیدونم تمام این هنر خواننده ها، ویگن ویگن زنده یادین، اینا همه آرتیست میشن، همه فیلم بازی میکنن، چون تو فیلم ها باید آواز میخوندن و اینها، بعد مثلا رقاصه ها میان میخونن، آفت، مهوش، اینا همه ازشون استفاده میشه در فیلم ها. خیلی جالبه برات بگم که مثلا این مهوش اینقدر سوکسه داشت توی توده های مردم که حتما در یه صحنه از فیلم قهرمان فیلم میرفت تو کافه، بعد تو کافه مهوش میرقصد. ببین در بعضی از شهرستان ها فیلم های وسترن رو نشون میدادن که مثلا جنوان میومده تو کافه لگد میزده در واز میکرده میرفته تو مهوش تو صحنه بود و رشته میخونده. یعنی این فیلم ها رو میبرن توش سیست میکردن. دقیقا این واقعیت تاریخی داره. منظورم سینما سقوط میکنه، سینما میفته به دامن ابتذال و تفریحات دم دستی و اینجور چیزا. ولی فیلم های کمدی هم داشتیم اون موقع ها، غیر از به جز مجید محسنی که باز فیلم های تفکری. مثلا من یه فیلم دیدم به نام دستکش سفید که یادم تفکری و مجید محسنی بازی میکرد. بله اون 16 میلی متری هم از اون فیلم. بله اون فیلم 16 بله. اون موقع خیلی از فیلم سینما میهن نشون خیلی از فیلم ها رو 16 میلی متری بله. میساختن. خیلی از فیلم های سیاسفید که ساخته میشد صحنه های رقص و آوازش رو رنگی میکردن اینا، البته دلایل اقتصادی داشت بله. این کارا. در هر حال منظورم اینه که سینما سقوط میکنه از نظر محتوایی. بعد این اما روشنفکرها طبعا یک چنین سینمایی رو نمیتونستن بپذیرن. نسل تحصیل کرده نمیتونست چنین سینمایی رو بپذیره. در نتیجه این سینما مخاطبینش میشن توده های کمتر باسواد یا بی سواد یا توده های محروم جامعه. و خب اینها تمایلات خاص خودشون رو دارن. شما فیلمسازا فوری میفهمیدن و برای پاسخگویی به تمایلات مخاطبین خاص خودشون فیلم های باب دندون اونها میساختن. تا وقتی که فیلم گنج قارون ساخته شد، فیلم گنج قارون ناگهان یک موج، یکی از اون موجهایی که گفتم موج میاد، یکی از اون موجها رو ایجاد کرد. یعنی اصلا یک تحول عظیم اقتصادی در سینما ایران به وجود آورد. سینما ایران اون موقع مقهور فیلم های هندی بود و در پایین شهر، در بالای شهر مقهور فیلم های آمریکایی و فرانسوی و ایتالیایی بود. و تحصیل کرده ها طبقات بالا فیلم ایرانی فارسی نمی رفتن، طبقات محروم هم همه کپی فیلم های هندی و مصری و اینا رو می دیدن. گنج قارون ناگهان به شکلی که از نظر روانشناسی هم این مطالعه شده که چرا یک چنین پدیده‌ای به وجود آمد، بدون اینکه حتی سازندگانش بدونن و اطلاع داشته باشن یا عمدی داشته باشن که بخوان چنین کاری بکنن، یک فیلمی ساختن. یک دفعه این فیلم مثل همون مس و طلا که گفتی یه دفعه ترکید و چنان فروشی کرد. چرا جامعه منتظر یه همچین فیلمی بود؟ جامعه اون روز ایران که گفتم مخاطبین خاص خودشو داشت، ناگهان با یک کرکتری روبرو شد که همه امیدهای برباد رفته تماشاچی رو واقعیت میداد. اینا تجزیه تحلیل روانشناختی شد. یعنی یک کرکتری، علی بیغم که فردین رولش رو بازی میکرد، کرکتری است که هیچی در دنیا نداره، آس و پاسه، اما در این حال شاد و خوشحاله. اصلا اسمش از علی بیغم، خیلی روشنه همه چی. و این محرومین جامعه
که همه زیر فشارهای اقتصادی و محرومیت‌ها بودن، اینا خب نمیتونستن بی‌غم باشن، اینا دائما با غم و اندوه و اینا زندگی میکردن، ولی حالا میدیدن یکی از جنس خودشونه، اما همجور میرقصه و میخونه و اینا. و از قضای روزگار با یه دختر پولداری آشنا میشه. تمام یعنی رویاهای دست نیافتنی، رویاهای دست نیافتنی. از پانچلاینش به قول آمریکایی‌ها مهمترین نکتهش اینه که در پایان فیلم مثلا معلوم میشه که این آدم بیچاره فقیر بدبخت اینا خودش پسر همه عیون است. یعنی اگه آرزویی داری آرزوت واقعیت. این فیلم شب نشینی در جهنم مال چه دوره بود؟ مال دهه 30 هست، قبل از این زمان هست، قبل از مال دهه 30ه. اون رو در واقع اولین فیلمی است که مهدی میساقیه درست میکنه. مهدی میساقیه ابتدا خودش به کارگردانی هم علاقه من بود. خب میدونید که این فرزند میساقیه معروف که بیمارستان میساقیه هست، این تصمیم میگیره که یک فیلم فانتزی که توش تروکاش های خیلی خوبی به کار رفته باشه بسازه و میاد این داستان حاجی جبار و این ماجرا رو میگیره و با استفاده کمدی هم میخواسته بکنه، ارحام صدر و دیگران و اینا رو میاره و ساموئل خاچیکیان چون خیلی از نظر تکنیکی وارد بوده این رو میاره که با همکاری خودش این فیلم رو درست بکنن، همین کار رو هم میکنن، اما در تیتراژ فیلم اسم خودش رو به عنوان کارگردان نمیذاره چون به احترام ساموئل خاچیکیان فقط به همون اسم تهیه کننده اکتفا میکنه. اونم یکی از فیلم های خیلی تاریخی و یه زمان موجه یکی از اون موجه یا مثلا فیلم هایی که خود آقای خاچیکیان زنده یاد واقعا چهارراه حوادث، چندین فیلم اصلا فیلم ژانر سینمای جنایی رو در ایران ایجاد کرد، یعنی از اوایل دهه 30 از قبل از زمان کودتا تا اواخر دهه 40 ساموئل خاچیکیان در سینما ایران فعال بوده، تا نیمه دهه 50 جزو شاخص‌ترین ها بوده و خیلی از فیلمبردارها و کارگردان‌ها رو او ساخته. ژانر سینمای جنایی رو بعد از اون ما اصلا نمی‌بینیم آنچنان، تقلیدهایی ازش شده اما تقلیدهای ناموفقی بوده، فقط این مهرش به نام ساموئل خاچیکیان خورده. این موج‌ها بوده تا موج گنج قارون که بعد از اون تهیه کننده ها هجوم میارن به سوی ساختن فیلم های نظیر گنج قارون. تقریبا میشه گفت از سال 44 به نظرم که گنج قارون میاد تا 48 که قیصر و گاو میان، حدود 4-5 سال استیلای سینمای گنج قارون که روشنفکرها بهش سینمای آبگوشتی میگفتن، سینمای فردینی بهش میگفتن، خیلی القاب بهش میدادن و خود فردین، زنده یاد فردین، از اونجا به بعد یک سیر سعودی عجیبی از لحاظ دستمزد پیدا میکنه و مثلا باعث میشه که دستمزد هنرپیشگی از 15-20 تا حد اکثر 25,000 تومان برسه به 300,000 تومان در اون زمان و این سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های فردین یا نوع فردین گسترش پیدا می‌کنن. برخی از سینماهای بالای شهر که هیچ‌وقت فیلم فارسی نشون نمی‌دادن، حالا فیلم فارسی نشون میدن. در شهرستان‌ها مردم اقبال زیادی از فیلم‌های فردین می‌کنن. پس پول تهیه‌کننده‌ها زیاد میشه. فیلم‌های قدیمی فردین رو استودیوهای پخش دوباره میارن پخش می‌کنن. و وضعیت مالی در سینما خیلی خوب میشه. اون وقت فردین های کوچولو به وجود میان، مثلا هنرچه های به وجود میان که تهیه کننده ها سعی میکنن از اینها یه فردین بسازن، یا مثلا بازیگران میارن سعی میکنن از اینها یه فروزان بسازن. از اونجاست که ما میبینیم یک سری چهره های جدید سینمایی وارد میشن، چه زن چه مرد، و این ادامه پیدا میکنه
تا 1348 که قیصر میاد و موج جدید ایجاد میکنه و اون موج پس میکشه. از جمله تهیه کنندگان موفق اون دوره یکی هم دوست خود بنده علی عباسی بودش که اونم از تلویزیون از یک برنامه ساده سینمایی کارش به تهیه کنندگی رسید. اون در چه زمانی و چه خب علی عباس داشت؟ علی عباسی مال دوره دهه 40 هست که میاد. علی عباسی هم طور که گفتی در تلویزیون یک گوینده برنامه هنری بود، ولی خب یه جوون خیلی خوش ذوق و اون روزی به قول معروف، خیلی جوان اون روزی بود، خوش بیان بود. ورودش هم به این جور کارها اول با ایجاد یک سازمان تبلیغاتی بود. بله. سازمان تبلیغاتی پیام. بله. درست کرد و بعد آرام آرام وارد کار سینما شد. از همون اول خب به ضرورت اون کاراکتر شخصیتی که داشت میخواست در همون سطح سینما ایران جزء برترین ها باشه و فیلم هایی که ساخت همه برتر بودن. یعنی مثلا فرض کنید که اگر ما رده بندی کنیم تهیه کننده ها رو از 1 تا 10، خب دهش هم مثلا بگیریم آقای میساقی اون بالا نشسته یا دکتر کوشان نشستن اون بالا، علی عباسی هم علی عباسی آره اومد خودشو کشید به از مثلا 5 و 4 اصلا شروع کرد و بلا فاصله پله ها رو تون رفت بالا و رسید به اونا. بعضی از شاخصترین فیلم های سینما ایران رو علی عباسی ساخته. بله. مثلا فیلم پنجره، فیلم تنگنا، فیلم تنگسیر، عرض کنم که خیلی فیلمی که با فریدون با بهروز وثوقی با کارگردانای خیلی خوب فیلم ساخته و یکی از تهیه کننده های خیلی معتبر اون دوره بودش. الان کجاست؟ تا جایی که من اطلاع دارم تا چندین سال پیش در پاریس بود. هنوز ولی پاریس بود. آره، ولی اخیراً یک بار دیدم که یه در یک فستیوال سینمایی در تهران ازش تجلیل اونجا حضور داشت و متوجه شده بودن و منتقدین و تاریخ نویسا خیلی ازش تجلیل کردن. خیلی خوبه. خب سینما در مرحله‌ای که رسیدش به زمان حرکت تاریخی ایران که انقلاب بهش بگیم، چه نقشی بازی کرد؟ آیا سازندگانشون مسئولیت اینی که فیلم هاشون که فیلم های انقلابی بودش و اسلحه به دست گیرن و نفع، این مسئولیت احساس کردن که جامعه رو دارن به سوق انهدام فشار میدن؟ خب من و شما امروز اسمشو ممکنه بذاریم انهدام که یک جنبه بار عاطفی منفی داره. بله. در اون دوره که اینا این کارا رو میکردن این رو یه چیز خیلی مهم نمیدونستن، یعنی ساقط کردن حکومت شاه یک هدف بزرگ بود. هدفی نبود که ما امروز بعد از گذشت 30 سال 35 سال متوجه شدیم که اشتباه بزرگی بوده. در اون موقع این یه گل بود، یک هدف خیلی مهم بود برای بخشی از روشنفکرانی که این کارو میکردن. الان هم شما میبینی خب هنوز بازماندگان روشنفکران اون دوره اظهار ندامت میکنن، رسما مثلا به شکل‌های مختلف میگن که ما اشتباه کردیم. درسته. که این کار، ولی اون روز فکر نمی‌کردن اشتباه کردن. اون روز فکر می‌کردن که این رژیم دیکتاتوری وابسته به آمریکا رو یا وابسته به امپریالیسم جهانی رو این رو یا اگه نباشه اونا خودشون هر میتونن عدالت اجتماعی مهمتر از دموکراسی بود. حتی شما هیچ وقت در شعارهای انقلاب شما از دموکراسی و اینا خبری نمیبینید، اولی از عدالت اجتماعی خبر میبینید. عدالت اجتماعی برمیگرده به خواستهای مثلا چپ، به خواستهای کمونیسم و به سراغ حکومت توده ها، پرولتاریا، که پرولتاریا باید خودش بیاد حکومت بکنه
و عدالت اجتماعی رو برگزار کنه. در اسلام هم که برادری و خواهری و این گونه اون گونه حرفا حرفش هست. اساس حرفاش حرفش هست به هر حال. بله اینا به این امید در واقع این کارو کردن. مثلا بارزترینش همون فیلم سفر سنگ هست که شما میبینید که این حرکت خراب کردن خانه ظلم رو با نیروی اسلام به کار میبره. مثلا شاتایی داره که قشنگ به شما این رو نشون میده که با نیروی اسلام ما باید مثل چه شاتایی؟ مثل مثلا خانه حاکم در دامنه یک کوهیست و این یک حاکم ظالمی نشون داده میشه که به همه این رعیت خودش ظلم میکنه، تجاوز میکنه، همه این کارا رو میکنه و این رعیت ناراحتن. به هر حال با جمعی از بزرگان اون محیط که از جمله یکیشون هم یک آخوندیست که از طنز روزگار نقش اون آخوندم این رضا فاضلی خودمون ایونی که بعدها چقدر مخالف اونا بود بازی کرد، اینها تصمیم میگیرن که خانه این حاکم رو خراب کنه که خود این جنبه سمبولیک داره خانه خراب کردن حاکم. بعد اینها تصمیم میگیرن یک سنگ بسیار بزرگی رو از روی کوه قلبدن پایین سرازیر رو کنن که بره بخوره به خونه حاکم و خرابش کنه. سعید راد که یکی از کاراکترهای اصلی اون فیلم هست، شما اونجا میبینید که کسیست که میاد پشت این سنگ وای میسته و بازوشو میذاره زیر سنگ. در اینجا یک کلوزآپی از بازوی این گرفته میشه که به بازوش یک قرآن بسته شده و این قرآنو میذاره زیر این سنگ و میگه یا علی، سنگو حرکت میده و این سنگ میره و اون خانه ظلم، خانه حاکم رو نابود میکنه. یعنی همین خیلی بویاست، یعنی تبلیغاتی غیر مستقیم تر از برای یک باور بیشتر از این نمیشه انجام. یعنی شما اگر که به اسلام توسل به جویی میتونی خانه ظلم رو از همین کار رو هم کردن. این با منتهی این که حالا ممکنه گفته بشه که آیا اینها دستوری بوده اینا، من زیاد به این چیزا باور ندارم. من همونو باور دارم، مثلا علی شریعتی نقش بزرگی در بین دانشجوها و جوانهای ایران با اون نطقهایی که میکرد و سخنرانیهایی که میکرد و کتابهایی که مینوشت و اینا، این افکار جوانها رو کنترل تغییر میده. یا مثلا محرک اصلی بوده نویسندگان چپ به یه صورت، بعضی از اینها بت‌های مردم، مثلا صمد بهرنگی بت جوان‌ها بود. حالا من اصلا ارزشیابی و اینا نمیخوام بکنم، میدونم دارم تاریخو میگم. خب اینا یا آل احمد یا دیگران، غلام حسین ساعدی، سعید سلطانپور با اون شعرهای انقلابی که میگفت، یک فضای کاملا سیاسی در کجا هست؟ در بین کسانی که خلق میکنن، یا ادبیات خلق میکنن یا فیلم یا موسیقی یا ترانه یا تئاتر. مثلا ترانه های ما رو در اون دوره نگاه کنیم، بله همه جنبه سیاسی داره. درست میگی. در مثلا شعرهای شاملو رو اگه شما بخونید، امروز من به یکی از دوستان شاملو که حتی در این سناریوهایی هم که مینوشت، شاملو مثلا در تمام این ترانه ها شعرهایی که داره خطابی که میکنه میگه تو، هیچ وقت منظورش یه شخص نیست، منظورش توده های مردم هم. همش میگه تو، یعنی من با تو هم، من بخشی از تو هم، با هم دیگه دستمون دست هم بذاریم. همه یک سری کلیدهای در ادبیات استعاره‌ای اون دوره دهه 40 و در سینما و در تئاتر در اینا وجود داره که بعد اون کلیدا رو میدونستی تا این مفاهیم رو میفهمی. دقیقاً اون وقت اونا میدون، اون پیروان و اون کسانی که در این حلقه‌های سیاسی بودن اینا رو میدونستن. مثلا وقتی شاعر میگه که این شب هم تموم میشه، یعنی این دوران ظلم و ستم شبه، روز چیز خوبیه، شب چون تاریک بود این سمبل ظلم و ستم و خفقان ناست. مثلا زمستان، وقتی اخوان ثالث از زمستان حرف میزنه، منظورش اون یخبندان سیاسیه، این زمستانی که بعد تشریح میکنه به تمام اینا. جنبه های استعاره‌ای داره که در فیلم ها هم بعدن سرایت پیدا کرد. در فیلم ها یه چیز دیگه هم که خیلی مد بودش در اون زمان بود و عجیبه که در این زمان هم الان میبینم، که همه آدم های مخالف
رژیم اسامی مخالفین رو داشتند، منفی رو داشتند، و موافقین اسامی منفی رو داشتند. مثلا امروز روز اون کسی که توی فیلم قهرمان خوبه حتما باید اسمش علی باشه، ولی اونی که صاحب مالک و ملک و این حرفاست خسروه، انوشیروانه. بله، اینا همه اینا هیچ هنری جدا از دامن اجتماع خودش نیست، در دامن اون اجتماع پرورش پیدا میکنه. ما حالا بخشی از این اجتماع رو وقتی که حکومت کنترل میکنه، وقت ما بهش میگیم که هنر دولتی یا حکومتی. الان شما اگه در ایران یه فیلمی بسازی که قهرمان مثبت و خوب اون فیلم مثلا اسمش آرش باشه، نمیذارن. ما به شما میگن که آه این چرا اسمش آرشه؟ خب چرا این همه اسمای اسلامی هست؟ اسم اسلامی روش بذاریم. یعنی به این طریق. یا مثلا من خیلی از دوستان فیلمسازم، حتی منتقدینی که با هم در ارتباطیم صحبت میکنیم، اینها میگن که فیلمی ساخته شده، تموم شده، خود حکومت هم یعنی تایید کرده، منظور مقامات حکومت اینها رو مرحله به مرحله گذاندن، بعد موقعی که نظارت آخری میکردن گفتن چرا توی این فیلم هیچ وقت هیچ مسجدی نشون داده نمیشه، چرا هیچ وقت کسی نماز نمیخونه؟ و وقتی اینو گفتن آقا خب اینو که ما از اول چیز کردیم و بعدم نمیخوره تو این داستان، لزومی نداره. مثلا اینا گفتن نه، این فقط وقتی نشون داده میشه که ما ببینیم یه بار هم این قهرمان شما نماز میخونه. تقی جان، میدونم چقدر مشغولی، چقدر کار داری، چقدر وقتت زیره. از اون طرف میدونم که آدمایی مثل بنده و جناب علی که فراوان هم در جامعه اون هست، ما فقط با یک سری زیربنای تجربه و آگاهی و زندگی کردن در دوره‌ای رو میدونیم و به صورت تاریخ‌های شفاهی این جامعه هستیم. تو در مورد سینما و فرهنگ اجتماعی اون زمان در 50 سال اخیر آدمی هستی بسیار آگاه، تحقیق کرده، تحصیل کرده و کار کرده. پس کسی که داره تمام این ارزش‌ها باشه وجودی است که نباید خودش رو از جامعه منفک بکنه، درسته؟ و به همین دلیله که الان روزنامه داری، این مقالات می‌نویسی، کتاب می‌نویسی، مجلسی. بذار اول من همینجور تشکر کنم از این همه چیزایی که به من گفتی، من لایقش نیستم. این حرف رو نزن. من میخوام ازت یک خواهش که نمیدونم لبک میگی به این خواهش من یا نه بکنم. من در این برنامه‌ام تمام تلاشم اینه که آدم‌هایی در ردیف تو رو که تجربه دارن بیارم، از تجربیاتشون استفاده بکنم، چیز یاد بگیرم و در این یاد گرفتن و آموختن به تماشاگر خودم، به جامعه خودم، اون چیزایی که واقعی بوده به صورت تاریخی، نه به صورت باوری، تعصب و رقابت. میدونیم یه دو اصلا نه باور دارن و یه چیزی رو بخوان تبلیغ بکنن. نه، تبلیغ نمیخوایم بکنیم، فقط خواهیم به صورت تاریخی بررسی بکنیم. اگر به من لطف داری و میتونی میخواستم خواهش کنم که ماهی یک دفعه، میدونم من در واشنگتن هستی، از طریق اسکایپ ما با هم تماس داشته باشیم در این برنامه و این تاریخ سینما و مسائل جنبیش رو که عنوان کردی یا مسائل اجتماعی و سیاسی که میاد، این چیزیست که باید مطرح بشه که رابطه هنر به طور اعم، نگارش، سینما، نقاشی، تئاتر و مطبوعات با سینما و در جوارش موارد سیاسی رو بیشتر بشکافیم، بیشتر بازش بکنیم تا جوانهای ما بدونن که چه اتفاقاتی افتاده، چه چیزایی شده و چطور باید، شاید آگاهتر از ما هم باشن، ولی این آگاهی های ما میتونه بهشون یه نکته، یه خود نمک
آگاهیشون بیشتر بکنه. آیا توی همچین فرصتی داری و میتونی با من این کار؟ اگر فکر میکنی که من چیزی دارم که عرضه بکنم، مطمئن باش هیچ کجا بهتر از حضور تو نیست که این کار. عزیزم ملاحت نکن، تو خیلی بیشتر از اونی که ارزش داشت روش ارزش داری و میدونی. کمال میل این قولو بهت میدم و از طریق اسکایپ در خدمتت خواهم. واو واو واو، بذار من اولین برنامه بعدیم رو همین الان با تو قرار بذارم. جلوی دوربین. جلوی دوربین قرار بذارم. خب ما الان در روز 21 سپتامبر هستیم، درسته؟ بله. برنامه بعدی 4 هفته بعد میشود 19 اکتبر. روز 19 اکتبر ساعت 4:30 بعد از ظهر از طریق اسکایپ در خدمت اینجا هستیم. با کمال میل. میمیرم برات. خیلی آقایی، خیلی محبت کردی. از طرف تمام تماشاگرانم از تو تشکر میکنم که یه همچین چیزی رو پذیرفتی. من از شما ممنونم. مرسی مرسی مرسی. فرصت دیگری نداریم. با اجازت تا روز 19 اکتبر. با کمال میل.